فصل پنجم کودکی خود را دریابید شاید در دوران کودکی هیچ اولویتی بالاتر از تحصیل وجود نداشته باشد. در سالهای اولیه است که باید با قدرت خاصی به دنبال آموختن درسها باشیم و تجربیاتی را کسب کنیم که به ما کمک می کنند با موفقیت آنها را در مشکلات دوران بزرگسالی به کار ببریم. با مطالعه سخت و هوشمندانه بهترین فرصت را داریم که از داشتن دوران میانسالی همراه با سردرگمی و سرفکندگی، پشیمانی و اندوه جلوگیری کنیم. بارها به ما گفته شده است که کلید موفقیت در بزرگسالی در آموزش دوران کودکی نهفته است. به همین دلیل است که ما کودکان کسل را در صبح های تاریک زمستان با کول پشتی پر به دنیای خارج میفرستیم تا روز خود را با مطالعه هندسه مختصاتی و مقالات نامحدود تأثیر اجتماعی تغییرات مذهبی و اقتصادی تحت حکومت ادوارد ششم و جایگاه فلسفه ارسطو در مبحث دوزخ دانته بگذرانند. در روی کرد ما یک نکته بسیار قابل ملاحظه وجود دارد. موضوعی که تقریبا بیش از هر چیزی این قابلیت را دارد که به ما کمک کند تا از خطرات دوران بزرگسالی اجتناب کنیم و ما را به سوی کمال هدایت کند. موضوعی که بیش از هر موضوع دیگری قدرت تعیین ای برای رهایی ما دارد در حالی که در هیچ مدرسه و دانشکده ای روی هیچ نقطه ای از این سیاره آموزش داده نمی شود. تنز دیگر این است که این موضوع مطالعه نشده موضوعی است که ما در سالهای اولیه زندگی خود هر روز آن را تجربه می کنیم. این بخشی از تجربه قابل لمس ماست که در اطراف ما آشکار می شود. مانند هوا نامرئی است و به سختی زمان لمس می شود. البته این موضوع مفقود شده همان دوران کودکی خود ماست. می توانیم اهمیت آن را گونه خلاصه کنیم. شانس ما برای داشتن یک زندگی رضایت بخش در بزرگسالی به طور عمده به دانش ما و تعامل با ماهیت دوران کودکیمان بستگی دارد. زیرا در این دوره بخش برجسته هویت بزرگسالی ما شکل می گیرد و انتظارات خاص و واکنش هایمان تعیین می شود. ما تا سن 18 سالگی حدود 25 هزار ساعت را در کنار والدین یا سرپرست خود گذرانده ایم. مدت زمانی که تعیین می کند چگونه در مورد روابط و رابطه زناشویی فکر می کنیم، چگونه به شغل، بلند پروازی و موفقیت دسترسی پیدا می کنیم. چه فکری در مورد خودمان می کنیم به خصوص اینکه آیا میتوانیم خودمان را دوست داشته باشیم یا باید از او متنفر باشیم؟ چه تصوری باید از قریبه ها و دوستان داشته باشیم و تا چه اندازه خود را سزاوار خوشبختی می دانیم و می توانیم به طور معقول به آن برسیم. به طرز غمانگیزی بدون اینکه کسی لزوما قصد بدی داشته باشد دوران کودکی ما در بهترین حالت بغرنج خواهد بود. انتظاراتی که در این سالها شکل می گیرد، درباره این که چه کسی هستیم، روابطمان چگونه می‌تواند باشد و جهان چه چیزی می‌خواهد به ما بدهد، با طیفی از آن چیزی مشخص می شود که می‌توان آن را تحریف نامید. فاصله گیری از واقعیت و کمال مطلوب بلوغ و سلامت روان. چیزی یا در واقع خیلی چیزها کمی اشتباه یا به روشی غیر قابل اطمینان پیش خواهند رفت. که موجب می شود در برخی حوزه ها پایین تر از سطحی که باید باشیم و بیشتر از حد نیاز بترسیم و روحیه من را از دست بدهیم. به عنوان مثال ممکن است احساس کنیم کسی که آتشین مزاج است نمیتواند فرد خوبی باشد یا اینکه مجبوریم در مورد علایق خود دروغ بگوییم تا دوست داشته شویم. ممکن است تصور کنیم که موفقیت ما رقابت والدین را برمیانگیزاند یا اینکه ما باید همیشه شوخ طبع و بانشات باشیم تا بتوانیم یک فرد بالغ افسرده را که به او عشق می ورزیم اما نگرانش هستیم را سر کیف بیاوریم ما بر اساس تجربیات خود به بینش ها شواهد درونی و الگوهای رفتاری دست پیدا می کنیم که ناآگاهانه تا دوران بزرگسالی این رفتارها را از خود نشان می دهیم. برخی از افراد خاص و مهم آن زمان ما را جدی نمی گرفتند. اکنون ما ذاتن باور داریم که هیچ کس نمی تواند ما را جدی بگیرد. اما خودمان متوجه این باور نیستیم. ما باید تلاش می کردیم هوای فرد بزرگ سالی که به او متکی بودیم را داشته باشیم. اکنون ما برای نجات کسانی که دوستشان داریم معمور شده ایم اما خودمان متوجه این معموریت نیستیم. ما والدی را که خیلی به ما اهمیت نمیداد تحسین می کردیم اکنون مکرر اما ناخودآگاه خود را به اطرافیان سرد و بی تفاوت نزدیک میکنیم یکی از مشکلات دوران کودکی ما این است که معمولا با مفاهیمی به ظاهر احمقانه احاطه شده است در حالی که ممکن است عاقلانه باشند آنچه در آشپزخانه و ماشین در تعطیلات و اتاق خواب می‌گذرد غیرقابل توجه و تأمل به نظر می‌رسد برای مدت طولانی چیزی وجود ندارد که زندگی خود را با آن مقایسه کنیم فقط واقعیتها به چشممان میخورد نه یک نسخه بسیار عجیب و غریب و گاهی مزر که مملو است از انحرافات منحصر به فرد و خطرات آشکار. سال هاست که این امر عادی به نظر می رسد که پدر با سکوتی سرشار از ناامیدی خود را روی صندلی ولو کند. مادر اغلب گریه کند یا خود به خود بر چسب بی ارزش بودن برمازده شود. اینکه هر چالشی یک فاجعه به نظر برسد یا هر امیدی با بدبینی از بین برود دیگر عادی شده است. هیچ چیز نمیتواند توجه ما را نسبت به کودک هفت ساله اوجوبهی جلب کند که سعی می کند به یکی از والدهایش به دلیل مشکلاتشان در رابطه با والد دیگر روحیه بدهد. متاسفانه آخرین چیزی که عجیب ترین والدین ممکن است به شما بگویند این است که غیر عادی هستند. عجیب و غریب ترین افراد بالغ بیشترین وقت را صرف فکر کردن به خود می کنند و سعی بر این دارند که به چشم دیگران عادی به نظر برسند. این طبیعت جنون است که آنقدر برای دیوانه به نظر نرسیدن تلاش کنیم. این نوع گرایش ناخداگاه به عادی انگاری همراه است با تمایل ذاتی کودکان به اینکه والدین خود را افراد خوبی تصور کنند، حتی اگر به قیمت مراقبت از منافع آنها باشد. همیشه به طرز عجیبی یک کودک ترجیح می دهد که خود را بی و ناقص تصور کند تا اینکه پدر و مادر خود را متزلزل و غیر منصف بداند. اثرات گذراندن دوران کودکی به شکل دشوار که این دشواری عادی هم تلقی شود به گوش و کنار دوران بزرگسالی سرایت می کند. به مدت چندین دهه به نظر می رسد ناراحتی و اندوه هنجار تلقی می شود. ممکن است تا زمانی که شخصی به بزرگسالی نرسد و حرفهاش به طور اساسی از هم نپاشد یا مجموعه ای از روابط ناامید کننده را پشت سر نگذاشته باشد، نتواند در مورد ارتباط بین آنچه در گذشته برایش اتفاق افتاده و نحوه زندگی خود به عنوان یک فرد بالغ فکر کند. ممکن است کم کم متوجه شوند که این عادت برای سعی در برقراری روابط متعدد در بزرگسالی ناشی از سازگاری با یک مادر معتاد است. در طول چندین ساعت بحث آنها ممکن است بفهمند که لزوما تضادی بین موفق بودن و یک فرد خوب بودن وجود ندارد. برخلاف آنچه که یک پدر ناامید یک بار به آن اشاره کرده بود. ممکن است نیاز به حضور یک درمانگر مهربان و باهوش باشد تا یک آینه جلوی این دوران کودکی بگیرد و به عنوان یک موضوع تعمل برانگیز آن را زنده کند. این روش باید بسیار سخت بوده باشد یا ممکن بود روش دیگری برای انجام این کار وجود می داشت. ممکن است هنگام صحبت در مورد گفتگوها و رویدادهایی که دهه ها قبل رخ داده درمانگر جسارت به دهد و احتمالاً این اولین باری است که چنین موقعیتی را تجربه می‌کنیم. تمرکز آموزش در مدرسه بر روی درک جهان خارج است. این سیستم به ما می‌گوید که وقتی قوانین جهان و تاریخ بشریت را درک کنیم، به موفقیت مطلوب خواهیم رسید. با این حال برای پیشرفت مناسب لازم است چیزهایی را بدانیم که به ما بسیار نزدیک هستند. اهمیتی ندارد چه موقعیت درخشانی داشته باشیم چه ثروتهای زیادی را کسب کرده باشیم چقدر اعتبار درخشان داشته باشیم یا خانواده های ما در ظاهر چقدر شادمان باشند بدون درک صحیح از دوران کودکیمان ما محکوم خواهیم شد به اینکه خودمان موجب این پیچیدگی های روانی شده ایم احتمالاً غرق در استراب، عدم اعتماد، ترس، پارانویا، خشم و نفرت نسبت به خود خواهیم شد. همان اثرات گسترده ای که از گذشته ای تحریف شده و سوء تعبیر شده بر جا مانده است. افراد خوشنیت گاهی با امیدواری قابل ملاحظه ای از خود میپرسند که آیا ممکن است در نهایت و امروز ثابت شده باشد که فروید اشتباه می کرده است؟ پاسخ دشوار و تحقیرآمیز این است که هرگز ثابت نخواهد شد که جوهره بینشهایش اشتباه باشد. هشدار به بنانهاده شدن زندگی عاطفی بزرگسالان بر روی تجربیات دوران کودکی از جنبه های گوناگون یکی از تأثیرات ماندگار وی بود و اینکه چگونه ما با ندانستن تاریخ خود ضرر و زیان می بینیم. در دنیای عاقلانه هیچ شکی برای ما باقی نخواهد ماند. و حتی در حین زندگی در دوران کودکی تا حدی به ما هشدار داده شد که کودکی ما اسرار هویت ما را در بر دارد. ما میدانیم یکی از موضوعاتی که مهمتر از همه باید در شناخت آن پیشرفت کنیم کودکی من نام دارد. اگر بتوانیم بالاخره بدون جبهه گرفتن به این فکر کنیم و بدانیم کمی دیوانه هستیم در ابعاد کوچک و بزرگ و اینکه دقیقا در گذشته های دور چه چی چیزی ما را این گونه کرده علامتی است که نشان می‌دهد در این زمینه فارغ و تحصیل شده ایم